مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران برای چه تشکیل شد، حالا چه میکند و به کدام سو میرود؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. روزها با ریاست صادق لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییرات در خود مجمع و نقشی که در تصویب بعضی از لوایح مناقشه برانگیز دارد، نام این مجمع را مدام در خبرها می آورد. مجمع همیشه نقشی چنین پررنگ نداشته و نقشش بیشتر در حل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان تعریف می شده. اما این روزها مجمع تشخیص مصلحت نظام انگار دارد بال و پری تازه می گیرد. همین دو روز پیش علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران از دخالت مستقیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه های مجلس انتقاد کرد. حسن روحانی مدتی است که در جلسات مجمع حاضر نشده و این به قهر او از مجمع تعبیر شده. دخالت های مجمع به چه شکل است و نگرانی از چیست؟ دلیل غیبت کسانی مثل روحانی از مجمع تشخیص مصلحت چیست و موازنه قدرت در مجمع چگونه است؟ نقش آینده این نهاد در زمان نبود رهبری چگونه خواهد بود؟ اصلا چرا تغییرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آینده نظام جمهوری اسلامی میتواند حیاتی باشد؟ در برنامه امروز سه میهمان داریم. مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ماست. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس ایران، مجلس ششم از بوستون. و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. اجازه بدید از آقای واحدی شروع بکنم. آقای واحدی، شما به نظرتون تغییر عمده‌ای در وضعیت مجمع ظرف ماه‌ها و یک سال اخیر شاهد بودیم؟ سلام به بینندگان برنامه، به مهمانان برنامه و به شما. من یک جور دیگه به موضوع نگاه می‌کنم و اینکه نقشی که به هر یک از نهادهای حکومتی داده میشه در سالهای اخیر، به خصوص من تاکید میکنم سالهای اخیر، البته از ابتدای رهبری آقای خامنه ای به تدریج شروع شده، اما در سالهای اخیر یک مقدار این نگاهی که من دارم تقویت شده. نقشی که داده میشه بر اساس وظیفه‌ای هست که رهبر به اونها محول میکنه. حالا در ادامه بحث بیشتر توضیح خواهم داد. یعنی در یک مقطعی در اوایل رهبری آقای خامنه ای مجمع تشخیص اتفاقا خیلی پرقدرت بود، در حدی پرقدرت بود که یه موقع اختلاف پیش اومد، شورای نگهبان با امضای همین آقای جنتی نامه نوشته بود که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت در حدی که خود مجمع هم نمیتونه اونها رو لغو بکنه، اینو به عنوان نظر تفسیری شورای نگهبان نوشتن. بعد یه موقع که رفتن جلو، به ضرورت کاهش نقش آقای رفسنجانی و تضعیف ایشون و تحقیر ایشون، مجمع رو یه مقدار اومدن هم به لحاظ ترکیب اعضای وضعیتی بشدن که نتونه حرف اول آخر رو آقای رفسنجانی بزنه و حتی خود مجمع و خود آقای هاشمی هم اون وضعیت رو پیدا کرد. باز اومدیم جلوتر، یه مقداری اومدن آقای خامنه‌ای یک نهادهای دیگه درست کرده، شورای عالی حل اختلاف قوای سگانه، که تا حدودی میشد گفت دست برتر بر مجمع تشخیص داده، یعنی موضوع رو ایشون برد در حد حل اختلافش سران سه قوه به جای اینکه مثلا بین مجلس شورای نگهبان باشه و آقای شاهرودی رو گذاشت اونجا. الان به نظر میرسه که به دو دلیل، که میگم لازم به بحث بیشتر، به دو دلیل مجمع داره تقویت میشه. یک دلیلش نقشی که یک نوع موازنه ای که آقای خامنه ای داره ایجاد میکنه. از یه طرف ابراهیم رئیسی بشه نایب رئیس مجلس خبرگان و رئیس قوه قضاییه، از یه طرف آقای صادق لاریجانی رئیس مجمع باشه. و بعد هم موضوع دوم در مورد مجمع تشخیص مصلحت، عدم مسئولیت پذیر آقای خامنه ای. ایشون عادت کرده و عادت داره و به خصوص در مسائلی که یک مقدار خطر داخلی و خارجی داره از خودش سلب مسئولیت کنه. اون نقشی که این روزها به نظر میرسه نقش تقویتی که به مجمع داده شده، بیشتر برای فرار آقای خامنه ای از مسئولیت هاست، کمان که در حرفای امروزش هم در دیدار با خبرگان یه جوری بحث کرده که مثلا موضوع پالرمو و سایر مسائل واقعا داره بحث کارشناسی در مجمع و جاهای دیگه میشه، مسئولین کشور با هم دعوا نکنن، بذار مسئله به صورت کارشناسی حل و فصل بشه. نظرتون در مورد این هیئت نظارت مجمع چیه خانم حقیقت‌جو؟ یک هیئتی هست، هیئت نظارت در مجمع، که به نظر میاد که این هیئت هست که انتقادات هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس رو برانگیخته. بله، ببینید طبق قانون اساسی اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت وظیفه حل اختلاف، در واقع حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس رو به شکل طبیعی و اولیه به عهده داشته. در اصل 110 قانون اساسی که تعیین
سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری هست، در اونجا بندی هست که گفته میشه که رهبری میتونه سیاست‌هاش رو، در واقع وظایفش رو، به نهادهای دیگه موکول کنه. از این حیثه که چون رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام رو به مجمع ارجاع داده، بنابراین مجمع یک نقش نیابتی در اینجا به عهده داره. ولی نکته‌ای که در اینجا وجود داره، طبق آیین‌نامه نظارتی مجمع، بس بخوام خانم حقیقت جو، این همونیه که از سال 92 به این ور در واقع تنفیذ شده. بله، از دوره آقای هاشمی این تنفیذ شده بود. یک مسئله جدید نیست، در واقع در حکم جدیدی که آقای خامنه‌ای به اعضای جدید مجمع دادن، این نقش رو پررنگ‌تر کردن. درست. خواستن که بحث نظارت تقویت بشه، ولی مسئله جدیدی در واقع نیست. در ماده دو این مقررات نظارت بر حسن اجرا سخن هست از اینکه قوانین و مقررات چیست. این قوانین و مقررات رو ماده دو تعریف کرده، گفته قوانین و مقررات شامل قانون برنامه است. یعنی در واقع به معنی دیگه قانون برنامه، قوانین 5 ساله برنامه باید منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشه. اما از قرار معلوم در واقع اون کمیته نظارتی الان بیش از این داره عمل میکنه. دو، مستقیما داره نظراتش رو میده، یعنی در واقع انگار داره نقش شورای نگهبان رو بازی میکنه. صحیح. که این هم خلاف همین مقرراتیه که ذکر کردم. در ماده 7 میگه اگر در واقع مجمع نظری داره، نظراتش رو باید به در واقع نظراتش رو به کمیسیون های دولت و مجلس اعمال میکنه. اگر مجلس اون نظرات رو اعمال نکنه، در واقع نظرات مجمع از طریق شورای نگهبان قابل اعمال هست. یعنی این شورای نگهبانه که طبق وظیفه ذاتی که قانون اساسی بهش داده و اون در واقع تفسیر انطباق قوانین بر اساس قانون اساسی بشر هست، میتونه از این حیث هم که اصل 110 بخشی از قانون اساسی است به این مسئله بپردازه. متوجهم. بنابراین میفرمایید که مجمع الان داره در قانون‌های ریستری دخالت میکنه، که در حالی که پیش از این لازم نبوده این کارو بکنه. در مثلا برنامه‌های 5 ساله میتونسته اظهار نظر بکنه، برنامه‌های بلند مدت‌تر. بله، فقط باید طبق این مقررات فقط باید روی برنامه‌های 5 ساله نظر بده. و در واقع باز هم مجلس میتونه روی نظر خودش بیسته، برای اینکه یک ترتیب قانونی در قانون اساسی برای اون ذکر شده که میتوانه اعمال بشه. بنابراین الان مجمع داره به بست این قدرت خودش میپردازه. قبلا مجمع دخالت نمی کرده در نوع قانون در مصوباتی که مجلس داشته. الان برمی داره این مصوبات رو هم اصلاح می کنه. اینا خیلی اشاره جالبی کرد خانم حقیقت جو، برای اینکه الان می دونید که مثلا الان لایحه بودجه در مجمع هست، یعنی در این حد بودجه سال آینده هم به مجمع ارجاع شده. سوال اینجاست که آقای مهتبی آزاد، مجلس شورای اسلامی با حکم حکومتی بارها نظرات رهبر ایران رو اجرا کرده، چه لزومی هست که آقای خامنه‌ای بخواد در مجمع چنین کاری بکنه؟ ببینید، دو دلیل داره. یه دلیلش همون چیزی که آقای واحدی گفت، من به شکل دیگه میگم. آقای خامنه‌ای در واقع 20 سال دنبال اعمال تحمیل یک نظم سیاسی خاص به کشور به نفع خودش. سال 76 شما اگر نگاه بکنید، نیروهای سیاسی کشور یک طرفش جنبش دانشجویی رادیکال لیبرال بود، اون طرفش هنوز جبهه پایداری هم نبود، انصار حزب اللهی که گروه های فشار بودن. این حالا رسید سال مثلا 1392، عملا فضای سیاسی کشور شد دو قطب. یک قطب آقای سعید جلیلی، جبهه پایداری، یا حالا محمد باقر قالیباف، سپاه پاسداران. یک قطب حسن روحانی، در واقع محافظه کاران میانه رو، یعنی اساسا اون بخش رادیکال کاملا حذف شد، رقابت شد بین میانه روها و بنیادگرایان.
سال 94 انتخابات خبرگان این نظم حتی از این هم بدتر شد، شد بین دو لیست، لیستی که در واقع هم دوباره سپاه پاسداران تندرو هستن و لیست مقابلش لیستی که توش حتی ری شهری هم وجود داره، یعنی دیگه حتی از میان روح روی هم عقب نشینی کردن، لیست اصلاح طلبان دقیقاً همینطوره. و حالا اگر معادله سیاسی امروز ایران رو نگاه بکنید، دورنمای آینده کشور رو نگاه بکنید، دعوا سر این هستش که رهبر آینده ابراهیم رئیسی بشه یا صادق لاریجانی، یعنی میانه رو اگر بخوان پشت یه نفر وایسن منطقا باید برن پشت صادق لاریجانی، یعنی میخوام بگم از دفتر از جنبش دانشجویی رادیکال 96 رسیدن به رئیس شهری و حالا مثلا صادق لاریجانی. این تقصیر اونها البته فقط نیست، این نوع بازیگری آقای خامنه ای است. در جریان اجرای این نظم نوین سیاسی آقای خامنه‌ای نیازمند نهادسازی است، این دلیل اول. دلیل دوم این هستش که حالا به قول کسانی که فیزیک میخونن آنتروپی، بی‌نظمی در ایران روز به روز در جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه. حکومت به غایت ناکار آمده، هیچ مشکلی رو نمیتونه حل کنه، به غایت فاسده. اینو در واقع دادگاه خود دستگاه قضایی نشون میده، یک سطح اون کشور راه برید نشون میده و در این حال به غایت اختلافات افزایش پیدا کرده. اونقدر که سر لوایح مربوط به FATF تمامی بخش های حکومتی از مجلس گرفته تا شورای نگهبان، آقای کدخدایی میگفت تا شورای نگهبان، تا شورای عالی امنیت ملی، تا دولت، همه میگوین ما باید این لوایح رو بپذیریم، ولی یه نهاد، یه دست نامرئی که ما میدونیم کجاست مقابلش ایستاده. این افزایش سپاه پاسداران در جلسه که آخر شهریور آقای علی لاریجانی در مجلس برگزار کرد، بعدن اعضای هیئت رئیسه مجلس آمدن گفتن که در اونجا حتی آقای کدخدایی هم گفت ما قبول داریم برای مسئله کشور این لوایح باید تصویب بشه، فقط اونجا آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه مخالفت کرد. این اطلاعات سپاه که مقابل داستان ایستاده که اون هم در واقع بازو اجرایی آقای خامنه‌ای است. برای همین بذارید اینجا صحبتتون رو قطع کنم، برای اینکه همین چند وقت پیش آقای روحانی انتقادی کرد، گفتش که نباید کشور دست 10-20 نفر باشه، بعد آقای واعظی اومد راجبش صحبت کرد، گفتش که این منظورش این افراد در مجمع تشخیص نبوده، یه عده‌ای از اینا بودن. آیا در مجمع تشخیص عده‌ای هستند که به قول شما دارن نظرات سپاه رو اعمال میکنن؟ میشه این مقدار بیشتر اینو باز بکنین؟ دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم، چون بی‌نظمی روز به روز داره در حکومت بالا میره، نهادها نمیتونن از روش‌های بوروکراتیک مشکلاتشون رو حل کنن، نمیتونن دور یک میز بنشینن و با هم به این نتیجه برسن که چه تصمیمی برای کشور یا حکومت بهتر هست. درگیری‌ها بیشتر میشه، در واقع به تنش کشیده میشه، نهادهای نظامی، نهادهای قضایی میان وسط. اینجاست که نقش نهادهای بالادستی مهم میشه، یعنی یه جایی باید بالادست اینها بشن اختلافات حل کنه و اینجاست چون علی خامنه ای نمیخواهد هزینه بپردازه، نمیخواد مسئولیت بپذیره، هی مدام در واقع داره نهادسازی میکنه، بالادست هر نهاد هی دوباره نهاد جدید درست میکنه که یک دهه اخیر اینطور بوده. این داستان هیئت نظارت هم همینطوره دیگه، وقت نمیشه شاید بعدا بگم. 20 ساله که هیئت نظارت عملا جزء قانون هست. سال 84 که احمدی نژاد اومد، هاشمی رفسنجانی دورخیز کرد که اینو فعال کنه، آقای خامنه اجازه داد، آیین‌نامه‌اش هم نوشتن اما اجازه نداد تصویب بکنن. سال 92 آقای روحانی اومد، آقای هاشمی دوباره از این فرصت استفاده کرد، اومد دوباره اجرایش بکنه، آقای روحانی اجازه داد که حتی آیین‌نامه اجرایی رو هم بنویسن، باز نذاشت تشکیل به کار بشه. به محض مرگ هاشمی رفسنجانی اجازه داد چنین نهادی تشکیل بشه. شما اگر مهر 96 سخنان آقای محسن رضایی رو نگاه بکنید، روزی که خبر تشکیل هیئت رو اعلام کرد، گفت این هیئت 25 نفر خواهند بود و درش سران سه قوه هم خواهند بود. متأسفانه دوباره روند ماجرا به جایی رسید که سران سه قوه هم گذاشتن کنار، 15 نفر که در واقع همشون یه جوری نزدیک به جریان آقای خامنه‌ای و سپاه هم. بنابراین اینم ما شاهد یک نهادسازی در دل نهادهای فرادستی هستیم برای پیشبرد سیاست‌های شخص آیت الله خامنه‌ای. خب اینها بحثا در مورد هیئت نظارت بر مجمع بود، خوبه که راجع به اصلا ترکیب مجمع صحبت بکنیم. آقای واحدی، وقتی نگاه میکنیم به ترکیب مجمع الان، میبینیم اغلب کسانی که در انتخابات رأی نیاوردن الان در مجمع هستن. دو نفری که به نوعی حالا میشه گفت در هر حالا انتخابات در ایران گفته میشه آزاد نیست، همه اینها هست، صحبتی نمی کنیم، ولی در انتخابات رأی آوردن، آقای لاریجانی، علی لاریجانی و آقای حسن روحانی، هر دو به عنوان شخصیت حقوقیشون در مجمع هستن، نه به عنوان شخصیت حقیقیشون. فکر میکنید این ترکیب بندی معناش چی هست در فضای سیاسی ایران؟ اجازه بدید من این نکته اول بگم. مبنای این که برخلاف رأی مردم به افراد قدرت داده بشه توسط آقای خمینی در سال 67 گذاشته شد، یعنی وقتی که در انتخابات مجلس سوم آقای محمد یزدی در مجلس رأی نیاورد،
بلافاصله آقای خمینی بهشون حکم داد، ایشون رو برد در شورای نگهبان بالا دست مجلس گذاشت. یعنی اینکه فکر کنیم حالا مثلا در دوره اخیر یا در سالهای اخیر بی توجهی به رأی مردم داره غالب میشه، اینطور نیست. درست. یکی از بزرگان نقل میکرد که یه موقع رفته پیش آقای خمینی و گفته مثلا این کار و این کار و این کار خلاف قانون اساسی. آقای خمینی گفته تو فکر کردی من اعضای قانون اساسی دارم؟ نه خیر، من چه اعضایی ندارم. حالا این نکته رو باید توجه داشته باشیم که موضوع جدیدی نیست. البته من هر چی میگم عبارت بهتری پیدا نمیکنم. وقاحت مقابله با رأی مردم روز به روز داره بیشتر میشه، وگرنه این وجود داشته حالا کم و بیش. در همین ترکیب مجمع هم اگه نگاه بکنید، حتی یه دو نفری که به ظاهر وابسته به طیف، دو سه نفری که وابسته به طیف اینور هستن، اونها هم دست کمی از دیگران ندارن. آقای مجید انصاری یک مصاحبه کرده در مورد همین هیئت عالی، هیئت 15 نفره نظارت در مجمع تشخیص، کاملا مشروعیت داده به این، گفته که در قبل از این مجمع تشخیص خودش وظیفه نظارت داشت، رهبری در حکم جدید، یعنی صراحتن آقای انصاری میگه رهبری در حکم جدید این وظیفه رو به 15 نفر محول کردن. یعنی نکته نهادسازی که آقای مهدوی گفتن و من هم به این نحوه دیگه اشاره کردم، واقعیتش همینه. به خاطر سلب مسئولیت و فرار از مسئولیت، آقای خامنه ایشون داره تشکیلاتی درست میکنه، تشکیلات در تشکیلات، و نهایتاً هم عرض میکنم بستگی به شرایط داخلی و خارجی این افراد امربر هستند. یعنی ما شما نگاه کنید، سه نفر ظاهر به نظر میرسه، سه نفر شاید وابسته به طرف مقابل نیستن، من اصلا نمیگم که وابسته به جنایت دیگه هستن، آقای مجید انصاری، آقای عارف و آقای صدر. آقای عارف که افتخارشون در سکوت، آقای صدرم که من ندیدم صحبتی بکنن، ایشون ظاهرا خیلی تحول و تحرکم براشون مناسب نیست. آقای مجید انصاری هم که داره توجیه میکنه. مشکل در اینجاست که آقای خامنه‌ای اشتهای همه جناح‌های سیاسی به حضور بر سر سفره انقلاب رو خیلی خوب درک کرده، به تناسب نقش‌هایی بهشون داده میشه و بعد هم اون آقایون میان توجیهگر میشن. یعنی به نظر من خطر و نوعی از خیانت که در حرف آقای مجید انصاری هست، در حرف سفاره هرندی نیست. مجید انصاری به عنوان کسی که از این جناح رفته در مجمع تشخیص و به عنوان کسی که سالها مدیریت کمیسیون برنامه بودجه مجلس رو داشته در مجلس ششم، ایشون می توجیه میکنه کارو. یعنی عملا ولی آقای این مجلس این چه جدیدی در مورد آقای مجید انصاری نیست؟ یادتون میاد من کاملا یادم هست در مجلس ششم کسی که مثلا با قوانین مربوط به زنان مخالفت میکرد همین آقای انصاری بود. هر قانون پیشروی اگر که در مجلس ششم پیشنهاد شدش، آقای انصاری مقابلش ایستاد. یعنی به نظر نمیاد که آقای انصاری هم از یک نهله فکری جداگانه از بقیه اعضای مجمع آمده باشه. ببینید، من یه شوخی موقع با آقای کرو میکردم به شما میگفتم، میگفتم شما همتون از یک MIT فارغ التحصیل شدید، واحدهای اجباری که پاس کردید مثل همه، فقط واحدهای اختیاریتون متفاوته. واقعیت قضیه همینه. اینطور نیست که شما فکر کنید حالا در اصالت قضیه. من همیشه خودم رو موظف میدونم ذکر خیر از آقای قدیانی بکنم. آقای قدیانی لب به کرام رو گفته، میگه هر تفکری که کوچکترین نقشی برای ولایت فقیه در اداره حکومت قائل باشه اصلاح طلب نیست، فریبکاره. نمیشه ما قائل به ولایت مطلقه فقیه باشیم که اصلاح طلبان هم متاسفانه هستن یا حداقل بخش غالبشون هستن و بیایم انتقاد بکنیم. ولایت مطلقه فقیه یعنی همین، یعنی اگر قبول داریم هیچ جای گله‌ای نیست. خب من به همین جد عرض می‌کنم، همین بود آقای واحدی، چرا ولایت مطلقه فقیه که بسیاری هم در رژیم جمهوری اسلامی رو پذیرفتن، نظام جمهوری اسلامی بر اساس ولایت فقیه داره اداره میشه، چرا به جای اینکه مثلا به مجلس حکومتی بده در مورد قوانین مثلا پولشویی و پالرمو نظر قطعیش رو بگه و بخواد که اونها کاری که او میخواد رو انجام بدن، حالا چه تصویب چه عدم تصویب، این رو بیاد در مجمع تشخیص مصلحت مطرح بکنه، به این شکل بخواد تغییرات در مجمع تشخیص بده، نظرش رو حالا هر نظری که هست از طریق مجمع پیش ببره، چرا باید این کار رو بکنه؟ ببینید، یه مقداری وقت کشی هم لازم داره. یعنی حکومت شرایط داخلی خارجی رو باید ببینه. اگر در مجلس مستقیم تصویب میشد، برخلاف دو ماه سه ماه پیش، یا تصویب برای تعیین تکلیف میشد. آقای خامنه‌ای نه جرأت رد صریح رو داره، نه جرأت پذیرش مسئولیت رو. اگر ببینید، بارها اتفاق افتاده افراد نقل قول‌های از رهبر کردن، دفتر رهبری بلافاصله واکنششون داده. آقای روحانی به صراحت اومد در سخنرانی گفت رهبر چند بار گفته مخالفت نیست، مخالفت نداره با این لوایح، ولی دفتر رهبر واکنششون نداد. این نشون میده که ایشون هم دنبال وقت‌کشی هست و هم عرض می‌کنم سرگرمی. اصلا شما ببینید مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، همشون تمام تغییراتی که در قانون بودجه میدن چقدره؟ آقای حسن روحانی با دستور رهبر سال گذشته 35,000 میلیارد تومان بدهی مؤسسات مالی رو پرداخت کرد.
قطعا شما بدونید مجموع تغییراتی که همه این نهادها در قانون بودجه میدن به یک سوم مبلغ هم نخواهد رسید. یعنی میخوام عرض بکنم که اینا بیشترش بازی وقت کشی سرگرمیه و اینکه حالا دو تا جناح هم باشن، یکی مخالفت کنه یکی موافقت کنه. وگرنه عرض میکنم شما ببینید اون مبلغی که پرداخت شد از تمام تغییراتی که همه نهادهای ظاهرا قانونی یا فراقانونی یا بیت رهبر در قانون بودجه میدن بیشتره. و کسی هم سوال نکرد آقای روحانی با کدام مجوز قانونی، یعنی نه اصلاح طلب سوال کرد این کلمه رو، بعضی اعتراض کردن، اما کسی نگفتن آقای روحانی با کدام مجوز قانونی این پول رو از جیب مردم برداشت به یه سری دزد پرداخت کرد. نکته اینجاست، یعنی واقعا عرض میکنم یه مقدار وقت کشیه، یه مقدار سرگرمیه و یه مقدارم اشتهای افراد برای نشستن بر سر سفره انقلاب آقای خامنه‌ای رو قائل کرده که همشون رو میتونه بازی بده. الان بحث عمده‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت مطرح هست، باعث اعتراضاتی هم شده در دولت در مجلس، همین قوانین پولشویی و پالرمو هست. بذارید نظرتون راجع به این بپرسم، به نظر شما خانم حقیقت‌جو بالاخره اینا تصویب میشه در مجمع یا نه؟ بله، من برداشتم اینه که نهایتاً تصویب میشه، به دلیل اینکه در هر صورت یک حداقل منابع مالی کشور نیاز داره که با اروپا کار بکنه، تبادل مالی صورت بگیره. اون تا مشکلی که وجود داره و این اولین بار نیست، در بسیاری از مواقع ما در فرصت سوزی هنر بسیار زیادی داریم. در مواقعی که ما دست بالا داشتیم میتونستیم مذاکره کنیم، یک چیزی رو پیش ببریم، انجام ندادیم، گذاشتیم فرصت ها سوخته، در بدترین شرایط قرار گرفتیم و اون کاری که روز اول میتونستیم انجام بدیم، مانعی بعضی از ضایعات بشیم، نگرفتیم. من فکر میکنم تصویب میشه. در حال حاضرم در واقع همطور که وزیر خارجه گفت، بسیاری از افراد دیگه گفتن، کارشناسا گفتن، به دلیل اینکه بسیاری منافع مالی در مورد در واقع تحریم ها دارن مخالفت دارن میکنن با این مسئله. ولی در وقتی خود این هم محدود بشه، آقای متحری میگه دخالت میکنه مجمع، انجام میشه مجمع. بله، ببینید آقای متحری نقش نایب رئیس مجلس رو داره ایفا میکنه و نقش صیانت از حقوق مجلس رو به عهده داره و طبیعی هست که در این زمینه بیاد مخالفت بکنه از اینکه نهادهای مختلف قانونگذاری شکل گرفته. و البته مجمع تشخیص تنها نهاد نیست، ما در موارد دیگه ای هم داریم که مثلا رهبری به صراحت در یک مورد به مجلس میگه که در حوزه هایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه داره شما ورود نکنید. و در بسیاری از موارد وقتی مجلس مصوبه ای داشته، شورای نگهبان این رو رد کرده به دلیل اینکه مثلا مغایرت داشته با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. در واقع داره به یه معنا تهدید میکنه این جاهای قانونگذاری رو. از یک حیث جمهوری اسلامی نیاز داره به نهاد انتخابات بگه که این کشور دموکراتیک هست، مجلس و ریاست جمهوری توسط مردم انتخاب میشن. از طرف دیگه تحمل اون آزادی محدود این نهاد رو هم نداره، بنابراین با ابزار مختلف سعی در تهدید این بود دموکراسی جمهوری اسلامی داره. از بود مصوبات علاوه بر شورای نگهبان که حتی برای موارد بسیار خنده‌دار، مثلا اجازه به دستگاه نظامی اجازه به ارتش برای فروش ابزارالات از کار افتاده و واریز منابع مالی در ردیف بودجه دستگاه هم شورای نگهبان ایراد گرفته و ایرادش رو اتخاذ کرده که خلاف در واقع اختیارات رهبری هست. و در موارد بسیار مهم مثل پالما هم ایراد میگیره و این میره در مجمع و اون
نهاد نظارتی میخواد قوانین رو، مصوبات رو عوض کنه، بازنویسی بکنه و همینطور بیاد محدودیت های بیشتری رو اعمال بشه که به نظر من مجلس باید در این حوزه نقش جدیتری رو ایفا بکنه، ولو اینکه موفق نباشه حداقل اعتراضات لازم هست. آقای مهدوی آزاد، من میخوام راجع به این در واقع داینامیک رابطه شورای نگهبان و مجمع بپرسم. چه شده که لازم، به هر حال قرار این بود که مجمع نهاد بالادستی باشه که بین اختلافات در واقع مجلس و شورای نگهبان بتونه صحبت بکنه. آیا در شورای نگهبان مسئله پیش آمده که الان قدرت شورای نگهبان کمتر شده؟ چه شده که به نظر میاد که تقویت مجمع در دستور کار قرار گرفته؟ نه، تصور نمی کنم که الان تقویت مجمع یا تضعیف شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفته باشه. ببینید، شکل معادلات سیاسی از نظر من جور دیگه ایست. محل دعوا اولا ما داریم الان در مورد مثلا اگه لوای مربوط به FATF صحبت میکنیم، محل دعوا در این زمینه منافع اقتصادی است و بعد مسئله گروه های جهادی. در یه سری مسائل محل دعوای گروه های سیاسی، محل منازعه، سهم بیشترشون از قدرت سیاسی است. بعضی وقتا مسائل امنیتی است، بعضی وقتا حتی موضوع آزادی بیان، شبکه‌های مجازی. اینجا محل دعوا اول منافع و رانت های اقتصادی است و دوم مسئله گروه های جهادی، مشخصا حزب الله لبنان و بعد نقشی که ایران در خاورمیانه داره. حالا مشکل این هستش که توی این حوزه جمهوری اسلامی به بقایت یک حکومت ملوک الطوایفی، یعنی در حوزه منابع اقتصادی شما میبینید ما حتی نمیتونیم بگیم سپاه پاسداران. در داخل سپاه پاسداران چندین جریان دنبال منافع مالی خودشون هستن، در داخل سپاه پاسداران با هم منازعه دارن. اون طرف نهادهای زیر مجموعه آقای خامنه ای مثل آستان قدس رضوی، ستاد فرمان اجرایی امام، با این حال باز ما نمیتونیم بگیم که اینا همشون زیر مجموعه آقای خامنه ای هستن. بارها پیش اومده بین منافع اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم الانبیا دعوا شده و پس لرزه‌هاش ما در فضای رسانه‌ای دیدیم. مشکل این هستش که هر کدام از بخش‌ها سعی می‌کنن سهم بیشتری از این کیک قدرت داشته باشن. الان مشخصا در مورد FATF مخصوصا کنوانسیون CFD سعی میکنن اون رو سرکوب بکنن. حالا هر کدوم در همون بخشی که هستن دارن یک سنگر بزرگ میسازن. الان بازیگر اصلی در این حوزه در مجمع تشخیص تقریبا تردیدی وجود نداره که آقای محسن رضایی است. او هم نماینده نسلی از سرداران سپاه هست که هنوز در واقع اصل قدرت اقتصادی سپاه رو دارن اداره میکنن. او رهبر در واقع کمپین مبارزه با این لوایح شده، مخصوصا کنوانسیون CFD. برای همین ما میبینیم مجمع تشخیص تو اون در واقع روز به روز اونجا داره تقویت میشه، اونجا تو شده یک سنگر بزرگ. اگر محل دعوا این نبود احتمالا ما شاید چنین چیزی نمیبودیم. در مورد نقش آقای رضایی بیشتر صحبت بکنیم، برای اینکه ایشون دبیر مجمع هست و به هر حال یک باز از اون کسانی هست که بارها در انتخابات شکست خورده اما جایگاهش در مجمع ظرف سالهای گذشته هر بار تثبیت شده، جایگاه مهمتری هم پیدا کرده. ممکنه یه مقدار بازتر به ما بگید، حالا به هر حال آقای رضایی بارها گفته که من دیگه عضو سپاه نیستم، یه زمانی فرمانده سپاه بودم، الان سالهاست که دارم کار سیاسی میکنم. چرا شما فکر میکنید که او هنوز در واقع داره سپاه رو نمایندگی میکنه؟ بله، البته میدونید که همه اینها بعد از آخرین شکستش در انتخابات ریاست جمهوری ناگهان عوض شد. او دوباره لباس نظامی پوشید و دوباره برگشت به سپاه پاسداران. ببینید، آقای محسن رضایی یک شخص نبود. آقای محسن رضایی یک پروژه سیاسی امنیتی بود، بخشی از سپاه پاسداران دنبال تسلط کامل کامل بر قدرت سیاسی کشور بودند. در مورد جنگ 8 ساله با آقای واحدی و خانم حقیقت‌جو احتمالاً بهتر میتونن توضیح بدن. در ماجرای فکر کنم شکست فاو، همون جایی که بعد آقای خمینی میخواست دادگاه نظامی تشکیل بده، خب فاو در شرایط شکست خورد که فرماندهان نظامی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یک سمینار برگزار کرده بودن، یادم نیست اگه اشتباه نکنم در استان فارس در شیراز، ممکن اشتباه بکنم. بنابراین این یک پروژه 3-4 دهه‌ای سپاه پاسداران میخواست دولت رو در اختیار بگیره. برای این پروژه آقای محسن رضایی وارد حوزه سیاست شد، بعداً در مصاحبه‌ای هم گفت من با این هدف اومدم. حتی در مناظره‌اش با محمود احمدی نژاد سال 1988 یه چیزی شبیه این از دهنش پرید که ما کشور رو اداره می‌کردیم زمان جنگ، حالا ما باید بیام مسائل رو درست بکنیم. منتها خب نشد، یعنی مردم بهش نگفتن، جواب منفی به او دادن. بعد از اون آقای محسن رضایی در واقع دو تا چیز از سپاه پاسداران رو نمایندگی کرد. یکی منافع
امنیتی سپاه پاسداران مشخصا در سیاست خارجی ایران، راجب حزب الله لبنان، راجب حوثی‌ها که صحبت می‌کنیم، اوست که تو مجمع تشخیص داره حرف اصلی میزنه، طرح می‌بره. و دوم منافع اقتصادی در واقع سپاه پاسداران، همون سردارایی که خیلی‌هاشون در واقع بعد از جنگ از سپاه اومدن بیرون، با همون روابطی که داشتن در واقع تونستن هر کدومشون یک امپراتوری مالی درست کنن و البته پخش شدن بین جناح‌های سیاسی. یعنی مثلا آقای سمره هاشمی رفت طرف احمدی نژاد، زمانی که احمدی نژاد اومد دوباره برگشت قدرت، دوباره فاصله گرفت. برخیشون حتی رفتن طرف جناح چپ و خیلی هاشون هم همچنان در جناح اصولگرا باقی موندن. آقای بایدی، شما نظرتون در مورد اگر که بخوایم بگیم سپاه واقعا الان بازیگری هست که نقش عمده‌ای داره در تمام تغییراتی که الان شاهدش هستیم، آقای سلیمانی و آقای مثلا رضایی چطور در واقع در این تصویر جای میگیرن هر کدوم؟ ببینید، یه نکته رو اول بگم، این خیلی مهمه که ما حالا بحث میکنیم در رسانه‌های مختلف خارج از کشور، داخل کشور، که آیا پالرمو لوایح چهارگانه FATF تصویب میشه، تصویب نمیشه. من واقعا اجازه بدید احمدی نژادی برخورد کنم. من از شما سوال میکنم تصویب بشه یا نشه، چه تغییر عمده ای در کشور ایجاد میشه؟ حکومتی که بشار اسد رو دعوت میکنن رئیس جمهورش، وقتی بشار اسد وارد تهران میشه خبردار میشه، وزیر خارجه اصلا خبردار نمیشه. این حکومت خیلی راحت پولها رو هم چمدانی جابجا خواهد کرد. این تصویب بشه یا نشه، نکته بسیار درستی آقای مهدوی اشاره کردن. این حرف همش دعوای داخلی. مشکل اصلی اینه که ورودی دلار به کشور روز به روز داره محدود میشه. افرادی که قرار از این سهم ببرن کم نشدن، از این پول کاهنده هر کدوم سهم بیشتر میخوان. تنها راهی که هر کدوم از این جناها، هر کدوم از این بخشها، هر کدوم از این فراکسیونها بتونن پول بیشتر بگیرن اینه که در این دعواها دعوا رو به نفع خودشون طولانی بکنن، تحریم از یه جنبه اضافه بشه، در یه جهاتی کنترل بشه. کاری که ببینید آقای خامنه‌ای خیلی هوشمندانه از سال 91 انجام داد، اومد شروع کرد به مذاکره با آمریکا. من این رو در سال 93 در یه یادداشت نوشتم. آقای خامنه‌ای موضوع رو به دو بخش تقسیم کرد، یکی رفع تحریم ها، یکی استفاده از پول هایی که بعد از رفع تحریم برمیگرده. در قسمت اول به همکاری حسن روحانی و اصلاح طلبان نیاز داشت، موفق هم شد ازشون سواری بگیره. بخش تحریم ها رو حذف کرد چون میدونست این تحریم ها اگه حذف بشه اجماع جهانی برای برگشت تحریمات که غیر ممکنه با توجه به مواضع جدیدی که روسیه و چین و اینها داشتن. ایشون فقط میخواست تحریم ها برداشته بشه در یه مقطعی، پول ها برگرده. به محضی که پول ها برگشت، دیدید خواستن هواپیما بخرن، ایشون نق زد. خواستن کار دیگه، اروپایی‌ها بیان، طرفدارانشون اومدن فضا رو ناامن کردن. عرض من اینه که این کاری که داره انجام میشه، مشکل اصلی اینه که ورودی درآمد کشور روز به روز کم شده، جیب هایی که باید پر بشه بیشتر شده. برای اینکه هر کدوم سهم خودشون بردارن، ناچارن بازی های در کشور طراحی بکنن. بقیهش به نظر من، یعنی من فکر میکنم اصل دعوا سر پول هست و سهم از قدرت، که متاسفانه گروهی از دوستان هم که شاید بشه به سلامت مالیشون شهادت داد در این بازی وارد شدن و هنوز هم در این بازی هستن. یعنی ایجاد وحشت از سوریه شدن ایران، ایجاد وحشت از جنگ، خودشون در سال 91 و 92 میدونستن هیچ جنگی قرار نیست اتفاق بیفته، اومدن گفتن اگه جلیل رئیس جمهور بشه جنگ میشه. در واقع بازی که آقای خامنه‌ای طراحی کرد، یه چهره ای که دنیا میپذیرتش برای مذاکرات هسته‌ای، یعنی حسن روحانی رئیس جمهور شد، آقای خامنه‌ای از مرحله که می‌خواست عبور کرد. و من در اینجا به هوشمندیشون، اگرچه این هوشمندی بر ضد ملت ایران بوده همیشه، اما به لحاظ منفعت شخصیش، اون چیزی که اصلاح طلبان ندارن، به لحاظ منفعت شخصی، منفعت گروهی و منفعت قبیله‌ای، آقای خامنه‌ای از همه جناح‌های حکومتی باهوش‌تره و همه رو می‌تونه به بازی بگیره و هر کدوم سهم بدن. عروسک‌های صحنه‌گردانی ایشون هستن. موضوع اینه، یعنی در واقع این که حالا بخشی از سپاه، آقای قاسم سلیمانی و آقای محسن رضایی و آقای قالیباف که با آقای سلیمانی در یک جناح هستن، اینها هم در دعوا سر همون سهمی که آقای مهدوی به یک زبان اشاره کردن و هم زبان دیگه اشاره کردن. آقای قالیباف علت تقویتش اینه که در باند قاسم سلیمانیه. در انتخابات، نه این انتخابات، مرحله قبلششون آقای سلیمانی صراحتن حمایت کرد از قالیباف. روابط عمومی سپاه اومد تکذیب کرد، گفت ایشون نظر نداده، دفتر آقای سلیمانی دوباره تایید کرد. یعنی انقدر انگیزه داشتن که از آقای قالیباف، با اینکه میدونستن رئیس جمهور نمیشه. این نوع باند بازی ها و این نوع سهم گیری ها در واقع
دعوا سر همون پول کاهنده ای که متاسفانه خورندش روز به روز داره بیشتر میشه. صحیح. بحث رو از حالا اینها بحثای روز در مجمع هست، ولی یک چیزی که میدونیم مجمع تشخیص مصلحت رو مهم میکنه، نقشی است که احتمالاً در آینده کشور در زمان بحران رهبری و اینها پیش میاد. به نظر شما مجمع تشخیص مصلحت نظام آیا داره چینشش تغییر میکنه به شکلی که بتونه در اون مرحله کاری رو انجام بده؟ از شما شروع میکنم آقای مهتبی آزاد. شما فکر میکنید این تغییراتی که به خصوص صرف ماهای گذشته شاهدش بودیم برای این هست که آقای خامنه ای داره سعی میکنه چینش مجمع رو به شکلی در بیاره که در صورت لزوم بتونن رهبری آینده رو اونجور که او میخواد تعیین بکنن؟ ببینید، البته به قانون اساسی اگر آیت الله خامنه ای همین امروز فوت بکنه، طبیعتاً منطقاً باید شورای رهبری تشکیل بشه، شورای موقت رهبری. باز دوباره به قانون اساسی شورای موقت رهبری میشود رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به تصویب به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت. اینجاست نقش مجمع تشخیص بسیار کلیدی میشه، مخصوصا اینکه به صورت سنتی در دو دهه اخیر عمدتا به غیر از دوران آقای احمدی نژاد که اونم دوباره اواخرش اینطوری شد، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه دو جریان مختلف رو نمایندگی میکردن. بنابراین نفر سومی که توسط مجمع تشخیص انتخاب میشه میتونه روح کلی شورای رهبری رو تعیین بکنه. از طرف دیگه مجمع نقش نظارتی بر این شورا رو هم داره، نه؟ بر شورای نگهبان؟ بر این شورای رهبری مجمع حق نظارت داره. من چه چیزی رو نمیدونم، اصلاً میکنم. شاید چنین باشه. من چیزی رو خبر ندارم. نقش کلیدیش انتخاب نفر سومه. اینو تصمیمش به نظر آقای خامنه ای گرفته. همون روزی که آقای خامنه ای صادق لاریجانی رو به عنوان رئیس مجمع تشخیص و در این حال به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب کرد و او رو برگردون به شورای نگهبان، واضح هست که اگر چنین اتفاقی بیفته در واقع این آقای صادق لاریجانی بازیگر اصلی در این حوزه خواهد بود. من تصور میکنم یه نقش بزرگتری ما در مورد مجمع تشخیص میتونیم انتخاب در نظر بگیریم و اونم این هستش که اگر قرار باشه که مجلس خبرگانی تشکیل بشه، قدرت بلا منازع، قدرت بالادستی در اختیار سپاه پاسداران خواهد بود. نیروهای مخالف، نیروهای منتقد با نظم موجود یا باید مثل شرایط فعلی کاملا سکوت بکنن و منفعل باشن، یا اگر بخوان بازیگری بکنن باید در مقابل اون نیروی در واقع مسلط یعنی سپاه پاسداران ایستادگی بکنن. تنها دو نهادی که میتونه مقابل این نهاد ایستادگی بکنه، یکی دولت هست، یکی مجمع تشخیص. برای من فکر کنم از این نظر هم بالانس نقش موثری داره. در این صورت من تصور نمی‌کنم مجمع تشخیص در آینده، در افق آینده جمهوری اسلامی، در پازل معادلات رهبری آینده نقشی فراتر از نقش رئیسش داشته باشه و دبیرش. یعنی در این مجمع منطقا فقط صادق لاریجانی و محسن رضایی بازیگر خواهند. بعد از انتخابات 96 بسیاری میگفتن که نحوه موضع‌گیری آقای روحانی برای در واقع همراه شدن با سپاه در جاهایی و نرم شدن در بعضی از موضع‌گیری‌هاش برای این هست که نگاهی داره به آینده و نگاهی داره به جایگاه رهبری. خانم حقیقت‌جو، آیا این اصلا یک پیشبینی دقیق و صحیح بود اون موقع؟ و اگر نبود، آیا اصلا کسی در جناح مقابل، جناحی که الان به هر حال دارن روز به روز قدرت بیشتری میگیرن، اصلا وجود داره که بخواد به جایگاه رهبری فکر بکنه؟ ببینید، اون دیدگاه شخص آقای روحانی بود که در واقع میخواد خودش رو در سطح بالاتر از ریاست جمهوری مطرح بکنه و روحانی همواره حتی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه همواره یک منش اینطوری داشته، جایگاه خاصی برای خودش قائل بوده. در اون مقطع دوره ریاست جمهوری اولش هم اشتباه نمی کرده، اما مسئله فقط مسئله روحانی نیست، همواره رؤسای جمهور در دوره دوم افت شدید دارن. نگاه کنید به هاشمی رفسنجانی که زمانی که جناح همراهش میگفت که مخالف رفسنجانی مخالف پیغمبر است، بعدن در دوره دوم به شدت مخالفت‌های زیادی با آقای رفسنجانی کردند. در شرایط فعلی با توجه به شرایط داخلی، شرایط تحریم‌ها و در واقع این که هر کدوم از این نهادها میخواهند
منابع مالی بیشتری رو داشته باشن، شرایط وخیمتر شده برای آقای روحانی، برای اینکه در واقع حتی کسانی که علاقه دارن، چشمن نگاهی به مسئله رهبری دارن، دلشون میخواد که دولت از این حیث موفق نباشه. و دوم در واقع تصور میکنن که وقتی که دولت موفق نیست، زمینه رأی مردم رو به جناح مورد نظر خودشون فراهم میکنن، چون میگن ببینید اصلاح طلبا موفق نبودن، گرچه روحانی اصلاح طلب نیست ولی با آرای اصلاح طلب ها رفت مجلس، در واقع به دلیل اینکه نمادش آقای خاتمی بود که مردم رو دعوت کرد که به لیست امید رأی بدن، گرچه ما میدونستیم این لیست یک لیست حداقل لیست، نه لیست اصلاح طلبانه، در هر صورت به پای اصلاح طلبان نوشته شده، بنابراین باید جلوی عملکرد اینها گرفته بشه تا در انتخابات بعدی نهادی که مورد نظر خودشون هست قدرت بیشتری داشته باشن. من یه نکته دیگه ای رو هم باید در مورد مجمع اضافه کنم و اون نقش لاریجانی است. به اعتقاد من صادق لاریجانی، یعنی از بعد مدیریت اگه بهش نگاه بکنیم، قدرت مدیریت مجمع رو نخواهد داشت در سالهای آینده، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ کاریزما، اون کاریزما و شخصیت هاشمی رفسنجانی رو نداره، گرچه در دوره‌های اخیر در واقع قدرت نفوذ آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل ترکیب اعضای مجمع به شدت محدود شد، ولی همچنان آقای رفسنجانی میتوانست از دل مجمع تشخیص مصلحت مصوباتی که مورد نظرش هست رو بیاره بیرون. قدرت لابی بسیار بالایی داشت، چنین قدرتی رو آقای لاریجانی به اعتقاد من نداره، و الا در خصوص همین پالمو هم باید تا کنون لاریجانی میتوانسته تعیین تکلیف برای پالمو بکنه. بنابراین مجمع تشخیص بیش از این حیث به نظر من تضعیف خواهد شد و شاید هم رقابت جدیتری بین دبیر مجمع تشخیص، به دلیل اینکه تمام کمیسیون ها، اداره کمیسیون ها، نهاد اجرایی مجمع بوده دبیر هست، نه رئیس. بله، گرچه رئیس در واقع نقش اساسی داره و این تنش شدیدتر خواهد شد، و از این حیث فکر میکنم که مجمع قدر قدرت نخواهد بود. در خصوص رهبری، ببینید وقتی آقای خمینی فوت کرد، بلافاصله در یک روز مجلس خبرگان تصمیم گرفت رهبر بعدی کی باشه. بنابراین از این حیث من وزن بسیار زیادی به مجمع تشخیص نمیدم. اون یک چیزیه که در قانون پیش بینی شده برای اینکه اگر مجلس خبرگان نتوانست به فوریت رهبر بعدی یا شورای، البته رهبر بعدی میشه، تعیین بکنه، دست کم یه چیزی در قانون پیش بینی شده باشه که سه نفر بتونن نقش شورای رهبری رو بازی کنن تا زمانی که مجلس خبرگان بتونه رهبر بعدی رو تعیین بکنه. متشکرم. آقای واحدی، آیا واقعا شرایط حال حاضر کشور در صورتی که حالا خلأ رهبری ایجاد بشه مشابه سال 68 هست؟ آیا واقعا ممکن هست که ظرف مدت کوتاهی به یک توافق جامع برسند و یک نفر از دل حالا همین آقایونی که هستن انتخاب بکنن؟ دو تا فرق اساسی به نظر من با سال 68 وجود داره. سال 68 ترکیب مجلس خبرگان کاملا متفاوت بود با ترکیب خبرگان فعلی، یعنی اصلا من کاری به تفکرشون مرتجع بودن، روشن فکر بودن، نمیدونم اصلا فقیه بودن یا نه، ولی بسیاری از کسانی که در مجلس خبرگان اول بودن و همون آدم ها هم بعدا تغییر کردن، اما استقلال رأی داشتن.
تنها راهی که میشد اونها رو قانع کرد به رهبری آقای خامنه‌ای دروغی بود که احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی اومدن اونجا جعل کردن، دیگران هم شهادت دادن. یعنی چند دقیقه بعد از اینکه آقای خامنه‌ای اومد وصیت‌نامه آقای خمینی رو خوند و به صراحت گفت اگر چیزی از قول من نقل شد یا دست خط من رو بخواید یا فیلم من صدا و سیما بیاد، آقای هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی که تصور میکردن خامنه‌ای یه آدمی که میشینه تو اتاقش پیپشو میکشه به کار دخالت نمیکنه، اونم حکومت رو اداره میکنن، شهادت دادن و اعضای مجلس خبرگان هم پذیرفتن و بعد اولا فضا درست کردن که کشور در خطر جنگ تازه تموم شده. از این جهت چرت و موقع نیست، یعنی اعضای فعلی خبرگان به هیچ وجه من الوجوه قابل مقایسه نیستن. یعنی یه سری آدم هایی هستن که بعضیاشون واقعا الان ازشون بپرسی کجا نشستی خودشون هم اصلا نمیدونن کجا نشستن، بعضیاشون انقدر به لحاظ خودشون یا آقازاده هاشون آلودگی مالی دارن که جرأت ابراز وجود ندارن، بعضیشون هم که قشنگ دستچین شده هستن. یعنی میخوام بگم شرایط خبرگان دلیل اول من اینه که با اون موقع متفاوته، ثانیاً دست بالایی که سپاه الان داره با اون موقع اصلا قابل مقایسه نیست. من گمان نمی کنم بعد از فوت آقای خامنه ای به دعوا کشیده بشه و یا شورای رهبری کشیده بشه. من واقعا فکر می کنم اگه فردا صبح تلویزیون بده اعلام کنه اعضای خبرگان رأی دارن آقای حسن قلی شد رهبر، بازم تأکید میکنم اینو خدا شده از باب تحقیر نمیگم، از باب اطلاع از بعضی از اعضای خبرگان میگم، بعضیش اصلا نمیفهمن، شاید هنوز بعضیش نمیدن اصلا انقلاب شده و جمهوری اسلامی اومده اونا کجا نشستن، بعضیش هم که میدونن واقعا اصلا خبر ندارن داره چه اتفاقاتی میفته. خب آیا فکر میکنید به همین دلیل خبرگان نقش کمتری پیدا میکنه و این مجمع تشخیص مصلحت هست که نقش عمده تری پیدا خواهد کرد در اون روز؟ من ادامه‌اش هم می‌خواستم، همون کسانی که بر مجمع تشخیص سوار هستن بر خبرگان هم سوار هستن، یعنی همون منفعت مالی که اشاره شد و منفعت در واقع هم پیمانان خارجی جمهوری اسلامی، اهم از من اونجا سر میگم در بعضی جهات هم پیمان جمهوری اسلامی هم آمریکا است، هم اسرائیل، هم روسیه است، یعنی کسانی که دارن منفعت می‌برن. به همین جهت من معتقدم که خیلی سریعتر از اون که متصور بکنیم، حتی سریعتر از انتخاب آقای خامنه ای رهبر بعدی انتخاب خواهد شد، یا حالا انتخاب شده خبرش هم نوشتن فقط یه مخبر قراره که از تلویزیون بخونه. گمان نمی کنم کار به اون حد از دعوا برسه که قرار باشه مثلا شورای رهبری حالا تشکیل بشه آقای صادق قاریجان اونجا کاری انجام بده یا نه. دعوا همونطوری که اشاره شد دعوایی هست برای سهمگیری از قدرت و من با تاکید هم عرض می کنم اصلا خبرگان فعلی و شرایط فعلی کشور به اون دلیلی که عرض کردم قابل مقایسه با سال 68 نیست و کسی هم نیست. اگر هم استقلالی در خبرگان وجود داشت کسی نیست، نه آقای خامنه ای اون شأن رو داره که اگه یه نقل قولی ازش بکنن مثلا همه خبرگان به گریه بیفتن و رأی بدن، نه شرایط کشور شرایطی که منفعت هایی که هست طوری است که بتونن دل بکنن و به خاطر مصلحت کشور یا مصلحت مردم به یه نفر رأی بدن یا رأی ندن. آیه مهتبی آزاد، نظر شما چی هست با توجه به اینکه به هر حال این تغییراتی که در مجمع میبینیم به دلایلی هست، حالا از اول برنامه صحبت کردیم، آیا فکر میکنید بحث رهبری آینده هم یکی از این دلایل میتونه باشه یا نه؟ بدون تردید شواهد موجود حرفای آقای واحدی رو تایید میکنه، مخالفتی نداره. بعد این مجمع تشخیص، این به فرض مجلس خبرگان، خب خیلی سطحش پایین تر از مجلس خبرگان سال 1968. شما اگر اتفاقات بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی رو نگاه بکنید، رأیی که احمد جنتی آخرین بار به عنوان رئیس آورد، این رأی بالاتر از میزان دو سومه، یعنی بالاتر از دو سوم تعداد اعضای مجمع هست، حد نصاب کافی برای انتخاب رهبری رو داره. شما تو همین انتخاباتی که چند روز پیش برای هیئت رئیسه خبرگان برگزار شد و با آقای ابراهیم رئیسی رو جای مرحوم هاشمی شارودی اگر گذاشتن نگاه بکنید، کلا 12 نفر، یعنی 5 نفر ممتنع دادن، 7 نفر هم نامزد سوم از این بازی بیرون اومدن، بقیه یا به صادق لاریجانی رأی دادن یا به ابراهیم رئیسی. بنابراین حتی اون حد اقلی که در جریان انتخابات سال 94 تحت عنوان مثلث جیم هدف نیروهای میانه رو بود، یه حد اقل منسجم مهم در خبرگان داشته باشن، اون هم شکل نگرفته. منتها نکته کلیدی که نباید فراموش کنید و این نکته کلیدی هم توی خبرگان هم توی مجمع تشخیص اثر خواهد گذاشت این است که حکومت‌های تمامیت‌خواه متکی به یک نفر هستند. در واقع در حکومت‌های تمامیت‌خواه نفر حاکم برای اینکه بتونه اون وسط بازی بکنه، مجبور اولا یک عالمه گروه موازی درست بکنه، آدم‌ها رو در موازات هم قرار بده، ساختار سلسله مراتب هرمی رو از بین ببره. خب بذارید اینجا یه سوال دیگه مطرح بکنم. آیا فکر می‌کنید تاریخ مصرف آقای روحانی برای آینده جمهوری اسلامی تمام شده؟ از این نظر میگم که به نظر میاد در این معادلات نقش برای او در نظر گرفته نشده.
همینو میخواستم بگم، خیلی تمام نشده. از دقیقا ازم همین بودش که نکته که نباید فراموش کنیم، در حکومت های تمامیت خواهد گوی عالم گروه موازی وجود داره، این گروه ها با هم درگیرن. اون چیزی که این ساختار حفظ میکنه وجود شخصیت قدر قدرت بالاست، صدر قدرته. به محض حذف او، یعنی به محض اینکه او مثلا عزل بشه یا فوت کنه یا قدرت واکنش نداشته باشه، تمامی این نظم در چند ساعت به هم میرزه. ما این ساختار رو حتی در ماجرای حمله به عراق، در ماجرای لیبی هم دیدیم، به سرعت نور در واقع نظم مستقل به هم میرزه. اینجاست که میبینیم نه، اصلا قابل پیش بینی نیست که یک ساعت پس از مرگ احتمالی آقای خامنه‌ای که بالاخره پیش خواهد آمد، واکنش اعضای مجلس خبرگان یا مجمع تشخیص همینی باشه که یک ساعت قبل از مرگ او بوده. اینجاست که نقشه کسی مثل حسن روحانی بسیار مؤثر میشه، بسیار مهم میشه. آقای روحانی طبق قانون اساسی فعلی یکی از اعضای شورای موقت هست، یعنی در کنار ابراهیم رئیسی و به احتمال قریب به یقین صادق لاریجانی که نفر منتخب در واقع مجمع از بین فقهای شورای نگهبان خواهد بود، میشه عضو شورای رهبری موقت که من تصورم نمیکنم اونجانه اجماعی باشه که البته طرف دو سال آینده دیگه، بعدش اون وقت دیگه این در این جایگاه حقوقی نیست آقای روحانی. تا سه سال آینده و بعد از اون هم در واقع میتونه بازیگر باشه به عنوان کسی که روحانی. ببین شما حتی اگر سفر آقای روحانی به عراق، دیدارش با آقای سیستانی رو نگاه بکنید، بخش بزرگی از ناظران میگفتن این میتونه یک پیامی باشه به توازن قدرت در داخل ایران، میتونه یک نوع واکنشی باشه به این جهش در واقع خیلی وحشتناکی که آقای رئیسی در چند ماه اخیر داشته. میخوام بگم با مجموعه از معادلات پیچیده مواجه هستی و اصلا هیچ تضمینی وجود نداره که رفتار نیروهای سیاسی در اون لحظه موعد، حالا هر لحظه که هست، همونی باشه که تا یک ساعت قبلش بوده. خانم حقیقت، چون نظر شما رو هم بدونیم در مورد جایگاه آقای روحانی، جایگاه آیندهش. من فکر نمی کنم که تاریخ مصرف روحانی تموم شده. روحانی باهوش، به موقع میتونه ائتلاف های لازم رو داشته باشه و به نظر من باید منتظر آینده شد. در هر صورت همونطور که آقایون هم تأکید کردن، چه مجلس خبرگان فعلی رو ضعیف بدونیم به گونه که به قول آقای واحدی یک کسی رو الان تعیین کرده، چون در خبرها هم بود که رهبر بعدی یا شورای رهبری بعدی تعیین شده، من نمیدونم اون خبر چقدر صحت داره یا نه، چه به اون باور داشته باشیم چه نه، در هر صورت نکته‌ای که وجود داره مجلس خبرگان، ولو اینکه ترکیبش ضعیف باشه با اون توصیفاتی که آقای واحدی انجام دادن، بلافاصله میتونه رهبر رو تعیین بکنه. بنابراین جایی، یعنی از اون بود نباید احساس کرد که مجمع تشخیص مصلحت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. متوجهم. آقای واحدی شما هم سخن آخر رو بفرمایید در یک دقیقه جمع‌بندی. ببینید، من اتفاقا معتقدم آقای روحانی تاریخ مصرفش تموم شده، نه به دلیل اینکه از ساختار قدرت حذف شده، به خاطر تکخوری هایی که کرده، یعنی یارانش رو تنها گذاشته، افرادی رو مثل آقای واعظی دور خودش گذاشته که با جسارت و وقاحت میان میگن که اصلا اصلاح طلبا کی بودن، ما خودمون بودیم، ما رأی بردیم. به همین جهت هیچ یک از جناح‌های سیاسی به آقای روحانی اعتماد نخواهند کرد. البته من حرف آقای مهدوی رو تایید میکنم که یک ساعت قبل و یک ساعت بعد از فوت آقای خامنه‌ای شرط فرق میکنه. تمام بحث ما بر سر ساختارهایی که الان وجود داره، وگرنه قرار باشه بر اساس همون حرف شرایط تغییر یافته، اتفاقا ممکنه سپاه هم قدرتش بیشتر بشه. یعنی من یکی از نگرانیایی که بارها گفتم، شب فوت آقای خامنه‌ای شب بسیار بدی در ایران خواهد بود. بسیار از افراد ممکنه تصویه خونین حتی بشن، به دلیل اینکه قراره برای فردا صبحش که میخوان کسی رو جایگزین بکنن، ممکنه لازم به یه تصویه هایی باشه. ما بحثمون بر سر اینه که این ساختار قدرتی که الان دیده میشه و بروز داره چه نقشی خواهد داشت. ولی تأکید میکنم تاریخ مصرف آقای روحانی از یک جهت تموم شده، به دلایلی که گفتم از یک جهت تموم نشده، برای اینکه هنوز باید قربانی رهبر بشه و بعضی کارا رو انجام بده، بیاد تو تریبون عمومی یه جوری حرف بزنه که انگار رهبر بی تقصیر دیگران نمیذاره. یعنی همون حرفی که شما بعد گفتش که رهبر مخالف این لوایح چهارگانه نیست، در واقع تبرئه رهبر بود، یا حرف، یا مثلا ایشون میاد میگه که رهبری گفتن نهادهای نظامی دست از فعالیت اقتصادی بردارن با اینکه میدونه بر نمیدارن. این در واقع این نقش آقای روحانی کماکان حفظ خواهد کرد. ایشون قراره که قربانی و فدای رهبری بشه به این طمع که جناحی که به رهبر نزدیک هستن در آینده به آقای روحانی کمک کنن، که من عرض میکنم به دلیلی که آقای روحانی قابل اعتماد نیست،
داره تلاش بیهوده میکنه، به نتیجه نخواهد رسید. متشکرم آقای واحدی، خانم عقیقتجو، آقای مهدوی آزاد، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این صفحه دوی آخر هفته همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شماست، bbcpersian.com/2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. اگه علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست صفحه 2 بشید. برنامه در صفحه فیسبوک ما هم هست، facebook.com/bbcpage2. اونجا میتونید نظراتتون رو هم با ما در میون بگذارید. برنامه بعدی روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.